دوستان همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و عالی باشید. با یه ویدیوی پزشکی در خدمتتون هستیم. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با درمان کلسترول بالا صحبت کنیم. همراه فارسی مدیا باشید. کلسترول بالا یکی از شایع‌ترین بیماری‌های جهان است. از این رو افراد زیادی به دنبال درمان کلسترول بالا یا علائم کلسترول بالا هستند. کلسترول به ماده‌ای شبیه به موم یا در اصطلاح لیپید یا چربی گفته می‌شود که در خون وجود دارد. وجود این ماده چرب در خون برای ساخت سلول‌های سالم و کافی ضروری است. اما اگر کلسترول موجود در خون بالا رود، احتمال مبتلا شدن به بیماری‌های قلبی در افراد افزایش می‌یابد. آمارگیری جهانی نشان می‌دهد از هر 3 بزرگسال 1 نفر به کلسترول بالا مبتلا است. انواع مختلف کلسترول بر اساس حمل لیپوپروتئین. کلسترول به تنهایی انواع مختلفی ندارد، بلکه در حضور لیپوپروتئین‌ها به 2 نوع تقسیم می‌شود. در واقع کلسترول به همراه خود مقداری پروتئین حمل می کند که به این ترکیب لیپوپروتئین گفته می شود. اما انواع مختلف آن، لیپوپروتئین کمچگالی یا LDL، این لیپوپروتئین بسیار مضر است و باعث انتقال ذرات کلسترول به شریان‌های قلبی و چسبیدن به آنها می شود. لیپوپروتئین چگال HDL، این لیپوپروتئین مفید است و مقادیر اضافی کلسترول را جذب و به کبد می فرستد تا تجزیه و تحلیل شوند. بریم سراغ روش‌های خانگی درمان کلسترول بالا. همراه فارسی مدیا باشید. مورد اول، دانه‌های گیشنیز. تحقیقات نشان دادند که گیشنیز سبب کاهش کلسترول و تریگلیسیرید می‌شود. دانه‌های گیشنیز برای درمان کلسترول بالا و مدیریت دیابت مفید است. 2 قاشق چای خوری پودر دانه گیشنیز را به 1 فنجان آب گرم اضافه کنید. این مخلوط را 1 یا 2 بار در روز میل کنید. شما می توانید شیر، شکر و هل را نیز به آن اضافه کنید و به عنوان جایگزین چای استفاده کنید. مورد بعدی، پیاز. پیاز برای درمان کلسترول قرمز مفید است، مخصوصا پیاز قرمز. دانشمندان هنگ کنگ دریافتند که پیاز قرمز به کاهش کلسترول کمک می کند و خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. 1 قاشق چای خوری آب پیاز قرمز را با 1 قاشق چای خوری عسل مخلوط کنید و 1 بار در روز میل کنید. همچنین شما می توانید برای درمان کلسترول بالای خون در رژیم غذایی خود پیاز، زنجبیل و سیر اضافه کنید. مورد بعدی، زالزالک. زالزالک از زمان امپراتوری روم تا کنون برای درمان بیماری‌های قلبی و مشکلات عروقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. میوه و برگ‌های آن خواص درمانی فوق‌العاده‌ای برای ایجاد سطح کلسترول نرمال در خون دارند. میوه فوق‌العاده درخت زالزالک برای درمان فشار خون بالا و رفع اضطراب بسیار مناسب است. شما می توانید این میوه را به صورت‌های مختلف مصرف کنید و نتیجه خوبی بگیرید. مورد بعدی، سرکه سیب. سرکه سیب کلسترول بد خون و تریگلیسیرید را کاهش می‌دهد. از این رو برای درمان کلسترول بالا بسیار مناسب است. سرکه سیب یک درمان خانگی خوب برای بیماری‌هایی از جمله ریفلاکس اسید، فشار خون بالا، نقرس و دیگر موارد است. 1 قاشق چای خوری سرکه سیب را به 1 لیوان آب مخلوط کنید. این محلول را 2 یا 3 بار در روز حداقل برای 1 ماه بنوشید. اگر طعم سرکه سیب را دوست ندارید، می توانید آب پرتقال، آب سیب، آب انگور یا سایر میوه‌ها را نیز مخلوط کنید. به تدریج مقدار سرکه سیب را به 2 قاشق غذاخوری در هر لیوان افزایش دهید. مورد بعدی، آب پرتقال. پرتقال غنی از ویتامین سی و فلانوئید است. نوشیدن 3 فنجان آب پرتقال به صورت روزانه می تواند برای درمان کلسترول بالا به صورت طبیعی مفید باشد. مطالعات نشان دادند که حدود 3 گرم فیتواسترول در روز می تواند به کاهش کلسترول بدن 11 تا 15% کمک کند. بنابراین 2 لیوان آب پرتقال غنی شده با استرول در روز مصرف کنید. مورد بعدی، روغن نارگیل. شما نیز می توانید برای درمان کلسترول بالا از روغن نارگیل به عنوان 1 روش مناسب استفاده کنید. اگرچه روغن نارگیل 1 چربی اشباع است، اما حاوی اسید لوریک است. این اسید سبب افزایش HDL یا همان کلسترول خوب شده و LDL یا کلسترول بد را کاهش می دهد. بنابراین مقداری روغن نارگیل ارگانیک را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. شما همچنین می توانید 1 تا 2 قاشق غذاخوری از روغن نارگیل را به صورت روزانه مصرف کنید. مورد بعدی، بلغور جوی دوسر. برای درمان کلسترول با گیاهان دارویی می توانید از جوی دوسر استفاده کنید، زیرا سبب کاهش میزان کلسترول می شود. جوی دوسر حاوی فیبر محلول است و سطح کلسترول بد یا LDL را کاهش می‌دهد. روزانه 1 کاسه بلغور جوی دوسر مصرف کنید. مورد بعدی، روغن ماهی. روغن ماهی و ماهی‌های چرب مانند ماهی خالخالی، ماهی تون، ماهی قزل‌آلا، شاه ماهی، ساردین سبب کاهش تریگلیسیرید می‌شود.
روغن ماهی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 است و می تواند احتمال بروز بیماری های قلبی را در بدن شما به شدت کاهش دهد. توصیه می شود حتما از روغن ماهی برای درمان کلسترول بالا استفاده کنید. به صورت روزانه 1 تا 4 گرم روغن ماهی به رژیم غذایی خود اضافه کنید. توصیه می شود هر هفته 2 بار ماهی های چرب بخورید تا درصد بالای امگا 3 وارد بدنتان شود. مورد بعدی، آجیل. گردو، بادام، بادام زمینی، فندق، پسته و سایر آجیل ها برای درمان کلسترول بالای خون مفید هستند. این ریزمغز ها غنی از استرول های گیاهی و فیبر هستند، مخصوصا گردو که سبب کاهش کلسترول و تریگلیسیرید می شود. تحقیقات نشان می دهد مصرف 1/4 فنجان بادام در روز می تواند 4.4% کلسترول بد خون را کاهش دهد. روزانه 1 مشت آجیل برای درمان کلسترول بالا مصرف کنید. لازم است به کالری هر کدام از مغزهای آجیل توجه کرده و از زیاده روی در مصرف آنها خودداری کنید. مورد بعدی، چای سبز. چای سبز یک منبع غنی از پلی‌فنول هاست. این ترکیبات مزایای سلامتی زیادی را برای انسان به ارمغان می آورد. پلی‌فنول ها نه تنها کلسترول بد خون را کاهش می دهند، بلکه سبب افزایش سطح کلسترول خوب در بدن نیز می شود. چای سبز آنتی اکسیدان های قوی دارد که می تواند به کاهش کلسترول بد خون کمک کند. روزانه 2 تا 3 فنجان چای سبز مصرف کنید. مورد بعدی، دانه شنبلیله. دانه های شنبلیله از زمان قدیم به عنوان یک گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گرفت. دانه های شنبلیله غنی از ویتامین ای هستند و خواص ضد درد و ضد التهاب دارند. همچنین دانه های شنبلیله حاوی درصد زیادی پتاسیم روی منگنز، آهن و کلسیم است. این دانه های شگفت انگیز اجزایی به نام ساپوئین استروئیدی دارند که بسیار مفید هستند. این اجزا به درمان کلسترول بالای خون کمک کرده و شما را از خطر مشکلات قلبی نجات می دهد. روزانه 1/2 تا 1 کاشق چای خوری دانه شنبلیله مصرف کنید. می توانید آن را در رژیم غذایی خود مخلوط کنید. مورد آخر، سالاد. سالاد برای درمان کلسترول بالا مفید است. کاهو گیاهی است که سبب کاهش چربی خون می شود. شما می توانید در سالاد سلامتی خود مقداری برگ شنبلیله اضافه کنید تا تأثیر بیشتری در درمان احساس کنید. کلمه بروکلی، آووکادو، روغن زیتون، کرفس و سیر را می توانید به سالاد خود اضافه کنید. نکته مهم این است که استفاده از روغن‌های حاوی اسید چرب اشباع یا تریگلیسیرید ممنوع است. سعی کنید از روغن‌های زیتون یا روغن‌های سالم در تهیه سالاد استفاده کنید. متشکرم که همراه فارسی مدیا بودید و ما را تا آخر این ویدیو همراهی کردید. امیدوارم اطلاعات خوبی در اختیارتون گذاشته باشیم. شب و روزتون خوش.